le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، در برنامه امشب زیر آسمان پاریس دو گزارش خواهید دید. گزارش اول، تالماز ولی، عکاسی که از کانادا برای چند روز به پاریس آمده بود. گفته ها و کارهایش را هم در این برنامه و هم در شبکه‌های مجازی می توانید ببینید. من تالماز ولی هستم، فوتوگرافر، عکاس و شاعر. این آخرین کارهای من هستش که از نظر کریتیو و آرت فوتوگرافی انجام دادم. بیشتر کارهای داکیومنتری میکنم برای فوتوگرافی، ولی دوست دارم که کارهای آرتیستیکم انجام بدم. رشته من تاریخ هنر بوده که در انگلستان و کانادا خوندم. At the moment ما از اتاوا میایم و تو اتاوا زندگی میکنیم و کار میکنیم. یه سر از این کارا که میبینین، من خواستم که در حقیقت بودن imperfection در انسان ها رو نشون بدم و میخواستم بگم که لازم نیست همه چیز به قول معروف پرفکت و زیبا باشه. میتونیم ما imperfect باشیم، میتونیم که مشکلات زیبایی داشته باشیم، ولی در حقیقت هنوز انسان باشیم. و در حقیقت اینایی که میبینی، من دوست داشتم که با این کارا ما انسانها رو نشون بدم با همه flaws و همه imperfections. این هم این کارای indigenous شو آمریکای شمالیه که من ازشون عکس گرفتم. بلری پرا اینجور چیه. تلماس، دقایقی پیش شما به من توضیح دادید که چگونه از نظر فنی تونستید که این عکس‌ها رو به این شکل که ما می‌بینیم به وجود بیارید. آیا عکاسی شما تکنیک حرفه‌ای و فنی و یا اصولاً ادوات شما رو به اینجا رسونده که الان هستید؟ بله، در حقیقت من به خاطر اینکه تاریخ هنر خوندم و میدونستم که عکس یه دونه نوع هنریه که در حقیقت خیلی وقت هستش که بحث هستش که آیا عکاس یه هنرمنده یا نه، و من میخواستم نشون بدم که عکاس فقط اینطوری نیست که با یه دوربین عکسی بگیر یک دقیقه رو نشون بده. عکاس میتونه با همون عکسی که گرفته با سوپرایمپوزیشن یا با بیسیکلی تمام کاتینگ تکنیکایی که عکاس بهش دسترسی داره، میتونه یه آرت، یه دونه هنری رو به حساب برسونه که امپای دقیقا با همه نقاشیایی که در تاریخ هنر بوده و مدرن آرت داشته بتونه هماهنگی بکنه، باش را بیاد. از نقاشی گفتید، معمولا در برابر یک تابلوی نقاشی هر بیننده برداشت شخصی داره. بله. آیا فکر کنید برای عکس هم باید همینطور باشه؟ من دوست دارم که همونطوری که یه دونه نقاش اولین بیننده یه دونه نقاشی هست، اولین کسی اودینس نقاشی هستش، یه عکاس هم اولین نفری هستش که اون عکس رو میبینه، ولی دلیل نمیشه که نظر اون یا بینش اون از اون هنر در حقیقت آخرین سخن باشه درباره اون نقاشی یا درباره اون عکس. این عکسی که شما میبینین هر لحظه که یه بیننده جدید میبینتش دوباره زنده میشه. الان ممکنه من یه چیزی ببینم، شما یه چیزی ببینید، 10 سال دیگه، 100 سال دیگه یه نفر یه چیز دیگه ببینه. و این واقعا عشق من واسه هنر همینه، به خاطر اینکه اگر ما در درونمون اجازه بدیم یه چیزی به نام هنر در بیاد، اجازه میده همه باهاش کانکشن برقرار کنن، همه باهاش یه دونه دو طرفه باشه، که یک رابطه‌ای باشه که شما هم میتونید ازش لذت ببرید در آینده. تلماز عزیز، وقتی عکس‌های شما رو میبینم از خودم میپرسم آیا موقع عکاسی نتیجه کار رو
از قبل میدیدید، حدس میزدید، یا وقتی عکس آماده شد اون موقع شما هم مثل من بیننده این عکس رو کشف میکنید؟ بله دقیقا همینطوری که شما میگین، همینطوری که شما میگین نقاش یا بیننده یا همون اولین عکاس، اولین کسی که اون هنر رو میبینه، کسی هستش که اون مینینگ رو بهش میده، اون نتیجه حس رو بهش میده. و خیلی سخته که یه نفر یه چیزی رو داره درست میکنه بگه خب این الان تموم شد، این الان درست همونی که من میخواستم. متاسفانه نمیشه این کار رو کرد، از نظر یه هنرمند میگم اینو. و به قول آقای پیکاسو هیچ هنری تموم نشده، یعنی همیشه شما میتونید بهش اضافه کنید. درباره این عکس بگید. بله این عکس هم همونطور که گفتم میخواستم نشون بدم که انسان ها به قول معروف imperfection دارن، همه چیزشون در حقیقت پرفکت نیستش و این یه سلف پورتریت خودم هستش. من از نظر منتال هلث خیلی در خانواده و در دوستای من awareness دارم و خودم از نظر این داروهایی که ما توی دنیای مدرن هر دم باید بخوریم که ذهنمون آروم بگیره و با شور چیز دنیا بتونیم مبارزه کنیم، خیلی رو من اثر میذاره. واسه همین نشون دادم که دارم یه دونه پیلی رو میخورم، یه دونه داروی رو میخورم و این یه چیزی هستش که واقعا همه ما باش آشنایی داریم الان، ولی در قدیم نبوده، ممکنه در آینده هم نباشه hopefully. ولی چشها و میبینه اگه اینجا رو ببینید چشها اینا، همه دوست داشتم که نشون بدم هیچ چیزی پرفکت نیستش، همه ما میتونیم از هر نظری یه ویکنس هایی داشته باشیم و این به ما زیبایی ما رو اون به ما میده. شما با این کار دارید هشدار میدید یا آگاهی؟ آگاهی، هشدار کار من نیستش که هشدار بدم، یعنی کار، یعنی در حقیقت کارهایی که من دارم نشون میدم این کار از امروز من هستش. حالا شما اینو از نظر هشدار آینده ببینید یا اینو از نظر یه چیزی که قبلا اتفاق افتاده، خیلی از نقاشا چیزاشون قدیمیه در قبل اتفاق افتاده، ولی اینو شما هر چیزی ببینید شما میتونید اونو اینترپریتیشن خودتون داشته باشید. خانم مریم جعفری که خود فعال فرهنگی و هنری است سری به این نمایشگاه زده بود. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه زیراسمان پاریس. من نمایشگاه رو دیدم، اولین چیزی که منو جلب کرد برای دیدن این نمایشگاه اون آگهی و تراکتی بود که به اصطلاح برای نمایشگاه درست کرده بودن. نمایشگاه به عنوان نمایشگاه عکاسی بود، اما چیزی که من دیدم توی تراکت شبیه خیلی به عکس‌های معمولی نبود. همین باعث شد که من بخوام که بقیه آثار رو هم از نزدیک ببینم و کنجکاو شدم بدونم که این عکس‌ها چجوری گرفته شدن، پس زمینه‌هاشون چی بوده، چه احساسی درش بوده. و وقتی که اومدم واقعاً برام خیلی جالب بود، خیلی جذبم کرد، چون میدیدم که واقعا شبیه به عکس نیست. الان خب عکس یک جوری شده که همه با موبایلشون یا با چیزهای دیگه میتونن با یک دوربین خیلی
شاید معمولی میتونن عکسای مختلف بگیرن از دیدنی ها، از جاذبه ها، اما این عکس ها عکسایی بود که روش کار شده بود. یعنی خب اون اپلیکیشن ها هم به هر حال در دسترس هستن، این نرم افزارهایی که بشه باش کار کرد، اما اینکه اون شخصی که این کار رو انجام میده تصمیم بگیره که این اثر به کدوم سمت بره، این مثلا دو برابر کردن ها، کنار هم گذاشتن ها، رنگ بندی ها و انتخاب این رنگ ها نشون میده که در پس ذهن اون هنرمند چی هست و واقعا یک اثر هنری هست. واسه همین من خیلی دوست داشتم این کارها رو، بهتون پیشنهاد میکنم که با دقت تمام عکس ها رو ببینید و روی اینترنت هم میتونید کارهای ایشون رو دنبال بکنید. قبل از ترک محل از خانم بیتا بهارمست مدیر گالری پرسیدم چه تفاوتی این بار در این کارها با نمایشگاه های قبلی شما وجود دارد؟ خیلی خوشحالم، این برای اولین باره که کارهای عکاسی رو، عکاسی هنری رو به نمایش میذارم و به صورت انفرادی برای آقای تایماز ولی. برای من یه شاید برخورد جدید بود، چون به عنوان نقاش و مجسمه ساز و خلاق توی دنیای دیگه برام خیلی جالب بود که فقط عکس بذارم. حتی میتونم بهتون بگم اولین روزی که داشتم اینا رو چیدمانی میکردم، یه کمی در رابطه با دفعات قبل شاید دلشوره ای داشتم که نکنه نتونم از پس کاری که تقریبا توی شناخت و زمینه کاری من نیستش، ولی کم کم دیدم دارم نزدیک میشم به این دنیا و آخر سرم خودم که راضی بودم از نتیجه چیدمانی. و وقتی که تایماز اومد ازش پرسیدم اگه هر ایرادی میبینی بگو که ما میتونیم عوض کنیم، که تایید کرد کار من. به هر حال اینطور که حس میکنم یک بار دیگه و این بار شما از این عکس ها عکس گرفتید، درسته؟ جالب گفتین، خیلی بله، به یه شکلی. درود بر فرهنگ دوستان عزیز. در گزارش دوم خانم ناهیده انزلیچی مدیر انجمن فرهنگ آزاد را میبینید که میهمان این بارش را معرفی میکند. موضوع سخنرانی نقش هنر در زندگی مبارزاتی. کامل این سخنرانی را در این نشانی می توانید ببینید. قبل از هر چیز شاد باش سال 2024. امیدواریم که سال 2024 سال صلح جهانی باشد و آزادی میهن عزیزمون ایران. همانطور که همیشه گفتیم ما یک انجمن غیر سیاسی، غیر مذهبی و غیر انتفاعی هستیم، به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نمی باشیم. البته از سپتامبر 2022 ما سعی کردیم که صدای ملت ایران باشیم. نشست امشب ما با بانو هنگامه برچی هست. ایشون یک هنرمند متعهد هستند و همیشه فعال بودند، به خصوص بعد از جنبش زن زندگی آزادی فعالیت بیشتری داشتند. امشب در این نشست ایشون در باره نقش هنر در زندگی مبارزاتی صحبت میکنن. درود بر شما هموطنان در غربت و دغدغه‌مندان میهن و با سپاس از دوست عزیزم ناهید جان انزلیچی که در تمام این سالها پرچم فرهنگ و هنر و ادبیات رو در این شهر بالا نگه داشته. سپاس از تمام زحماتش و سپاس از دعوتش.
این سخنرانی رو اهدا میکنم به روح محمد قوانلو، یادی از این جوان عزیز هموطن بکنیم همه با هم. من اگر بخوام خودم رو معرفی بکنم، اول به عنوان یک ایرانی میهن پرست عاشق ایران و ملیگر رو معرفی میکنم و بعد هنرمند متعهد و هنرمند. این عرق من به ایران از کودکیم بوده تا به امروز و در تمام این سالهایی که ایران رو ترک کردم خیلی جوان، هیچ وقت از من جدا نشده و تا به امروز هم ارتباطم رو قلبی یا هم جغرافیایی با ایران قطع نکردم. البته جغرافیایی به نقطه‌ای رسیدم که میبایستی تصمیم بسیار سخت اما مهمی میگرفتم و اون این بود که به رفت و آمد هام به ایران به صورت محافظه کارانه مثل گذشته ادامه بدم و یا از خوانندگیم ابزاری بسازم برای بیان اندیشه هام. سبک سنگی میکردم که چه لحظات شیرینی رو باید از دست بدم با این تصمیم، مثل محروم شدن از آغوش گرم پدر و مادر در سن کهولت که اونها بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به وجود فرزندانشون احتیاج دارن. خلاصه فکر کردم که نمیشه که من الان که میتونم این موقعیت رو داشته باشم و در موردش بخونم و بگم، بخوام این قسمت راحت بخش راحت رو انتخاب کنم و تصمیم گرفتم که دیگه نرم ایران و کارم رو، یعنی تعهدم رو نسبت تو هنرم به عهده بگیرم و تا روز پیروزی و آزادی ایران که امیدوارم همه با هم برگردیم، به ایران سفر نکنم و کارم رو درست انجام بدم. هنرمند متحد در راستای دغدغه جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه و نسبت به جغرافیایی که در اون قرار میگیره و متولد شده آثارش رو خلق میکنه. مثلا در آمریکا در مهد دموکراسی و آزادی یک هنرمند متحد دغدغه آزادی و آزادی بیان و قلم نداره. اون میاد راجع به مسائل نژادپرستی در جامعه و یا ناعدالتی اجتماعی و تفاوت زیاد طبقاتی آثاری خلق میکنه. من ترجیح میدم در مورد حوزه خودم، یعنی موسیقی، بیشتر صحبت کنم در مورد هنر متعهد. حالا تجسمی ها، تصویرگران، سینمایی ها، اونها باید وظیفه خودشون رو دارن. من باید در مورد کاری که خودم میکنم بیشتر صحبت بکنم. در موسیقی با کلام، اسمش روشه، موسیقی با کلام، از نظر من خواننده کلام حرف اول و وزن خیلی مهمی داره. حرف اول رو میزنه. برای من شخصا حساسیتم به شعر و ترانه خیلی زیاده. برای تولید یک اثر مهمه برام. بعدن در مراحل بعدی هستش که آهنگسازی خیلی خوب یا یک تنظیم عالی، میکس و مستر عالی و یک تیم همه با همکاری همدیگه یک اثر موفق رو میتونن به گوش مخاطب برسونن و گاهن هم ماندگار میشه گاهی. ولی هر چقدر هم که شعر و ترانه عاشقانه خب زیبا باشه و باز هم مهمه شعر و ترانه در یک موسیقی با کلام، اما در موسیقی متعهد مسئولیت شاعر تازه باز خیلی خیلی سنگین تره، برای اینکه تمامش باز روی کلامه. در جهان در هر برهه از زمانهای حساس یک جامعه سرودهای انقلابی سروده شده.
نمونه خیلی بارز و باارزش و زیبایی که شنیدیم خیلی هم در این انقلاب زن زندگی آزادی بلچو بوده که اشعار فارسی متفاوت چندین نفر هم خوندن با شعر متفاوت هم خوندن و خیلی هم زیباست، همش قشنگه. سرودهایی که ما اخیراً در انقلاب زن زندگی آزادی شنیدیم و زیاد در تجمع و در رادیو تلویزیون به گوشمون خورده اکثراً بر مبنای ملودی‌های جهانی بوده، یعنی سرودهای انقلابی جهانی و به خصوص آمریکای جنوبی، مثل سرود زن، مثل سرود سوگند، اینها همه برگرفته از سرودهای انقلابی جهانی بودن. خود من هم تو همون هفته اول انقلاب یه تحقیقی کردم، اتفاقا برام جذاب بود که ببینم چه سرود، حالا بلاچاو زیاد شنیده بودیم یا اینها چندین بار رو شعر گفته شده بود، که چه سرود انقلابی شنیده شده ای هست که هنوز همکاری روش کار نکرده باشه و یا نخونده باشدش. و این قطعه وطن اینطوری خلق شد با یک ملودی سرود، بر یه سرود انقلابی آمریکای جنوبی بود که کار نشده بود و یک جوان مبارز متعهد در داخل ایران به روی این سرود کلام فارسی نوشت و این قطعه رو اسمش رو گذاشتیم وطن. و بارها هم در تجمعات پاریس خوندمش. با خون پاک ندایی رقص جشن نور هایی رود غیب آبانی خدای رنگین کمانی وطن قسم به نامت جان میدهیم ما قسم به نامت جان می‌دهیم.